سلام بر شما در این فراخبر. امیرخان متقی میگوید که حکومت سرپرست فراگیر است و در آن تمامی اقوام کشور سهم دارند. سرپرست وزارت خارجه میافزاید که در نشست سه جانبه میان چین، پاکستان و افغانستان بر اهمیت تعامل با حکومت کنونی نیز گفتگو شده است. در کنار این در بیانیه پایانی نشست سه جانبه آمده است که کشورهای شرکت کننده در بخش‌های امنیتی، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و بخش‌های دیگر تاکید شده است. نشست سه جانبه برای چی بود؟ اهمیت آن در شرایط فعلی چیست؟ اینجا در فراخبر. مهمانان برنامه آقایان محمد اسحاق اطمر، استاد دانشگاه، و آقای شریف غالب، مشاور پیشین پالیسی در وزارت خارجه با ما همراه هستند. مهمانان عزیز، سلام بر شما، به برنامه خوش آمدید. آقای غالب، بحث را با شما آغاز میکنیم. شما تجربه کار در وزارت خارجه را دارین. این نشستی که در پاکستان برگزار شد، نشست سه جانبه میان چین، پاکستان و افغانستان که از آقای متقی هم دعوت شده بود، رفته بود با هم نشستن صحبت کردن، فکر میکنین که این نشست برای چی بود؟ تشکر میکنم و از اینکه مرا در برنامه با خود دارین. بله، نشست سه جانبه منعقد اسلام‌آباد که به میزبانی پاکستان صورت گرفت، پنجمین نشست از سلسله نشست های سه جانبه در سطح منطقه است، میان چین، پاکستان و جانب افغانستان. و اتفاقا این نشست در یک زمان خاصی دایر میشه که حائز اهمیت برای هر سه کشور شامل در ترکیب هیئت های حاضر در اسلام‌آباد در این نشست بودند. جانب افغانستان، مثلا من آقای متقی، من فکر میکنم که دومین سفرشان به اسلام‌آباد هست و پس از تأسیس حاکمیت کابل. و در پاکستان هم اوضاع به حد کافی شکننده و بی‌ثبات هست و در یک حالت خاص در پاکستان نشست دایر میشه. مطبوعات پاکستانی به نحوی از تحرک دیپلماتیک و سیاسی جانب پاکستان در زمینه حرف زدن، اما واقعیت امر ایست که اوضاع در پاکستان با مشکلات عدیده و غیر قابل پیشبینی مواجه است. جامعه کاملا منقطع و همچنان بحران اقتصادی، تقریبا اقتصاد پاکستان به گونه بی پیشینه در لبه پرتگاه قرار داره و همچنان تنش موجود سیاسی میان حزب تحریک انصاف و دستگیری امروز عمران خان، ما فکر میکنم تبعات عدیدی برای پاکستان خواهد داشت. و جانب چین هم مسلمان دلایل خاصی برای اشتراک در ای اجلاس داشتن. ما نتیجه کلی این نشست را میشه در چارچوب منافع به نحو ناهمگون سه کشور اشتراک کننده قابل بحث است. آقای غالب، همونطور که شما گفتین، وضعیت در پاکستان هم متشنج است و حالا خیلی کم است که میگذره این نشست برگزار شد و چین هم حضور داشت، در مورد چین هم گفتین، ولی تفاوت این نشست با نشست های پیشین که شما مطرح کردین، پنجمین نشست چی است و چی تفاوتی داره؟ بله، من فکر میکنم تا جایی که به روابط پاکستان و افغانستان منوط میشه، شما شاهد هستیم که تنش رو به تزاید میان دو کشور حاکم بوده و فضا و جو سیاسی یک نوع ملتهب بوده از دیر به این طرف. اتهامات وارده از جانب اسلام‌آباد در رابطه با حضور تی تی پی و طالبان پاکستان در خاک افغانستان و بعضا انتصاب عملیات انجام شده داخل پاکستان به طالبان پاکستانی که از به عقیده از اونا و با چیزی کنا میگن از خاک افغانستان، اینا همش موجب ایجاد تنش شده. و ما به خاطر داریم که حتی جانب پاکستان تهدیدی به عملیات یک جانبه و خاک افغانستان علیه مواضع تی تی پی کردن. خب این که چقدر صحت و سقم از این موضوع قابل بحث است، ولی من فکر میکنم شخصا که در پاکستان رخ میده نتیجه منطقی به اصطلاح سیاست های سنتی پاکستان در قبال اوضاع منطقه است، از خاطر یک چیز عجیب غریب نباید معلوم شود. اما طرح از این موضوع که گویا هر
حرکت نظامی علیه پاکستان از داخل افغانستان سازمان داده می شود و صورت بگیری قابل تعامل است. من فکر می کنم این همه دنیا و منطقه می فهمند که و خود TTP به وضاحت میگه که ما پایگاه های اصلی ما داخل پاکستان است و هر آنچه صورت می گیره از داخل پاکستان صورت می گیره. خب در این هم من فکر می کنم تردیدی نیست که داره یک سطح حضور TTP در افغانستان هم میشه تایید کنیم. بسیار زیاد تشکر به شما آقای غالب. برمیگردم آقای اتمر، سلام بر شما، شما به برنامه خوش آمدین. در کنار صحبت های آقای غالب، شما از این نشست سه جانبه در کنار این همه موضوع گیری که در قبال افغانستان میشه در سطح جهانی در منطقه چه برداشت میکنین؟ تشکر، سلام بر شما، سلام بر آقای غالب سلام. و همچنین به تمام بیننده و شنونده عزیز شما. من تفکر می کنم که یک مجبوریت زمانی هم بود، بخاطر از اینکه تازه کنفرانس دوحه یا نشست دوحه ختم شده بود و نماینده افغانستان در کنفرانس حضور نداشت. ایدمیت یک وقت ای نشست دایر شد تا جزئیات نشست دوحه به طرف افغانی تفاهم شود و بر از اینا گفته شود که در نشست دوحه چی گذشت. مسئله دیگر مسئله روابط چین و افغانستان است. چین بسیار زیاد علاقه دارد که اولی که در مسائل منطقوی روز به روز خود برازنده بسازد، چنانچه اخیرا ما همی حرکت چین هم میبینیم که در مسائل منطقوی وارد میشه و به نحوه کوشش میکنه که اون رهبری و ابتکار منازعات منطقوی را به دست بگیره. و مثال شما بین ایران و عربستان سعودی و حتی حالی که گفته میشه بین اسرائیل و کشورهای عربی است. بر صورتش چین علاقه داره که افغانستان جز پروژه چین باشه یا جز پروژه یک راه یک کمربند یا سپک شوه. و به این ترتیب چینایا علاقه‌مند هستند که در افغانستان یک خط آهن امتداد پیدا کنه که تا توسط از او اموال چینایی از طریق پاکستان و بندر گوادر به بحیره عرب و به دیگه کشورها برسند. و هم شما خبر دارین که چینایا بعض از قراردادها را در افغانستان گرفتن، مثلا قرارداد مسینک است، قرارداد معدن و جیگک است، تفاوضات شمال است و بیش از 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردن. بله، بر علاوه اینا حاضر هستند که 10 میلیارد دیگه هم سرمایه گذاری بکنن. ولی در پولیش تشویش خودم دارن و او تشویششان از وجود گروپ های راس افغان از قبیل غور و ترکستان شرقی و گروپ های دیگه است که برای آسیای بیان است و چینای ها از این راست دارن و همیشه خواستن از حکومت طالبا که اینا این گروپ ها را مهار کنن و محدود بسازن تا این خطر رفع شود. و پاکستان چیزی که داره با افغانستان یک مسئله تجارت، مسئله انتقال اتصال منطقوی و دیگر مسئله TTP پاکستان است که پاکستان از این حراس داره که نشوه که TTP یک دردسر دیگه از خاک افغانستان باشه برای پاکستان. و ما تاریخ از این داریم، زمانی که افغانستان ادامه کرد که عناصر مخالف حکومت افغانستان در پاکستان هستن، اونجا تجهیز میشن و بالاخره باز حمله میکنن سر اهداف خود داخل کشور، پاکستانی ها میگفت که نه، این چنین چیزی اونجا وجود نداره و این کسایی که هست خود از افغان هاست. یعنی یک امو وقت یک بهانه بود که پاکستانیا ای را می کردن و به این ترتیب آلی هم این قضیه برعکس که در هیچ صورت من فکر نکنم که اول خو امارت طالبا آذر به این شود که در این قسمت اینا کدام اقدام جدی کنن و دوی که اینا از جمله گروپ ها هستند که با طالبان دوش آدوش
در طول 20 سال گذشته علیه رژیم جمهوری جنگیدن. نه طالبا تی تی پی را محدود کرده میتونن و نه هم گروپ های دیگه را، برای که از نظر عقیدتی و از نظر سابقه کار اینا با هم مشترک کار کردن و شناخت کافی در بین از اینا موجود است. بسیار زیاد تشکر. آقای غالب، موضوعی که آقای اتمر مطرح کردن، یک کمربند و یک راه را، یا یک راه و یک کمربند مطرح کردن، در گذشته ها هم همین موضوع مطرح بود و شما در جریان هستین چون در وزارت خارجه کار میکردین. پیام همین نشست سه جانبه و اینکه روی دهلیز اقتصادی و اتصال اقتصادی منطقه‌ای صحبت میکنن، در شرایطی که افغانستان تانز تکلیف های زیادش در قسمت موضوعات سیاسی روشن نشده و کشورهایی که در گذشته در قضیه افغانستان زی دخل بودن و هم در منطقه و هم در فراتر از منطقه موضوعگیری هایشان داغ است، در قبال اینکه در همین چند روز ما شاهد بودیم آقای غالب که کشورها پشت سر هم موضوع حکومت فراگیر مطرح میکردن، حتی همین چینی که حالا در موردش صحبت میکنیم، ولی امروز بار دیگه آقای متقی گفت که حکومت در افغانستان فراگیر است و تمام اقوام در او سهم داره. پیام برای منطقه چی است این حرکت مثلثی؟ تشکر. نخست عرض کنیم که آجندای نشست سه جانبه به گونه معمول مسائل اقتصادی، امنیتی، مرزی، تجاری و ترانزیت و سیاسی هست. قسمی که پیشتر عرض کردم، فکر میکنم پاکستان و حتی چین و آنچه که در افغانستان بیشتر بر او متمرکز هستن مسائل امنیتی هست. از با تاکید چیزی که آقای اتمر گفتم، چین یک قدرت تقریبا قدرت جهانی است و در مسیر چند قطبی شدن دنیا عملا گام برمی دارد، منافع متعددی در منطقه دارد و آگاه هستیم که در کوریدور یا دهلیز اقتصادی پاکستان چاینا حدود 60 بیلیون دلار قبلا سرمایه گذاری شده. اما تشویش های متعدد امنیتی در پاکستان موجود است و ما میفهمیم که در ایالت بلوچستان عملا حملات علیه چاینیز ها ترتیب داده شد و اعتداد زیادی از کمپنی ها و به اصطلاح مشاورین اقتصادی و نظامی و سیاسی چینی ها حتی منطقه را ترک کردند. در عین حال در افغانستان هم اوضاع به می گونه است. من شخصا اعتقاد دارم که چین برعکس یک تعداد زیاد از بازیگرای مهم دنیا، در افغانستان چیزی به نام جیوپولیتیکال و یا جیو اکنامیک منفعت چین نداره. منافع چین بیشتر جیو استراتژیک است که افغانستان را، یعنی امنیت را، مبنای آمدن توسعه در منطقه می دانه و مسلمان از جانب این گروه های متخاصم که اونا قلمداد میکنن داخل افغانستان هستن، مثل گروه ترکستان شرقی و اینا و ایغور ها، اونا تشویش دارن. بنابراین این هم مهم است که چیزی که شما بیشتر به اون مراجعه کردین، این نشست تقریبا یک هفته بعدتر از نشست ملل متحد در دوحه دایر شده و دقیقا همه کشورها شامل در ترکیب کشورهای حاضر در دوحه در اعلامی صادره بر تاکید کردن بر نیازمندی تامین صلح درازمدت در افغانستان از طریق تاسیس یک دولت مبنی بر اراده مردم و با یک دولت برای قاعده وسیع، یک دولت مشارکت ملی که بتونه مماثل آرای مردم افغانستان باشه و نتیجه ندن او را، مهمتر از همه او را مبنا و پیشرت بر آمدن صلح و توسعه در افغانستان و منطقه تلقی کردن. بنابراین جانب افغانستان مسلمان آگاه هستیم که آقای متقی تحت شرایط خاصی از کمیته تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل عملا مجوز دریافت کردن که سفر کنند به پاکستان، اما افغانستان دچار یک نوع انزوای مهلکی هست. آقای غالب، پرسش در همین جاست که در چنین شرایطی با توجه به تأثیرات، محدودیت ها در برابر حکومت سرپرست، چقدر امکان دارد که روی موضوعات اقتصادی بحث میشه که در مورد هم در داخل افغانستان هم در منطقه بر عملی شدنش، و در اون طرف قدرت های بزرگ هم با هم درگیر رقابت هستند، اونا چقدر میتونه در این موضوعات مخصوصا در مورد افغانستان سایه بندازه؟ خب ما شما آگاه هستیم که پاکستان به هیچ وجه در به اصطلاح موقعیت
هیچ نوع کار بزرگ اقتصادی در افغانستان نیست، هرچند نتایج این نشست میتونه به نحو مثبت تلقی شود تا جایی که به ایجاد یک به اصطلاح اعتماد متقابل و به نحو یک تعامل در سطوح معین کمک کرده میتونه، مخصوصا ترانزیت جوانبه و دستیابی مردم و فراهم آمدن تسهیلات و تمهیدات برای مرادات بجانبه. اما در سطح اقتصادی و آنچه که در بیانیه صادره این نشست با او مراجعه میشه که تطبیق مسائل کلان اقتصادی و بهبود اوضاع، و فکر میکنم هر دو حتی کشور چین اونا در موقعیت نیستن. چرا؟ من عرض کردم که اول محدودیت های کلان خودشون دارن و منافع از اونا تعریف شده است، بیشتر مسائل امنیتی است تا مسائل اقتصادی. و این طرف هم چیزی که شما گفتین، در این آسانه جنگ کلان در اوکراین عملا چین در برابر غرب قرار گرفته و مسائل تایوان و امی به اصطلاح تلاش ها برای چند قطبی شدن جهان، و فکر می کنم نقش چین را برای ایفای یک کار بزرگ در داخل افغانستان با مشکل مواجه می کنه و محدود می سازد. علاوتا نبود یک فرمان رسمیت بین المللی از اداره موجود در کابل متاسفانه محدودیت های عملی برای کابل ایجاد می کنه. اونا عملا داخل نوع تعهدات معنادار با جوانب دیگه شون. بسیار زیاد تشکر. آقای اتمر، میریم به طرف آیسایسه جنبنده. با توجه به اینکه خب نشست های زیاد برگزار شد، به اندازه کافی اعلامیه ها صادر شد و تکرار هر روز میبینیم تقریبا موضوع افغانستان از طرف بالا امارات اسلامی هم میشه همون موضوع را تکرار میکنه، در بحث امنیت بشه میگن امنیت تامین است، هیچ گروه عراس افغان. حتی در همون نشست که در انستیتوت مطالعات استراتژیک پاکستان هم برگزار شد، اونجا آقای متقی گفت که هیچ گروه تروریستی در افغانستان وجود نداره و تقریبا همین گونه تکرار میشه، ولی در اون طرف دنیا هم حرفش تکرار میکنه. حالا رقابت های منطقه‌ای و جهانی در قضیه افغانستان چقدر تعیین تکلیف کرده میتونم بعد از این؟ یعنی اقدامات بعدی چی میتونه باشه؟ آیا همین گونه پراکنده نشست ها ادامه پیدا میکنه یا به یک دیدگاه واحد که سازمان ملل، حالا بحث دوحه را هم مطرح کردین، تلاش میکنه خواهند رسید فکر میکنین؟ متاسفانه سرنوشت افغانستان به دست رقابت های منطقوی و جهانی است، کشورهایی که در عقب از این رقابت ها قرار دارند. ببینید خود چینایا زبان که اینا در کشورهایی که سرمایه گذاری کردن، او کشورها به یک مصیبت کلان دچار شدن. و شما سرنوشت کشورهایی که در افریقا بود، سریلانکا بود و یا امروز در بعض کشورهای دیگه میبینین، اونا مشکلات بسیار زیاد را مواجه شدند. همچنین چین بر 20 سال آینده که ایران یک قرارداد 400 میلیارد دلاری را امضا کرده، درست، ولیکن عملا گام نبرداشته. همینطوره که اینا در مثل عینک تقریبا 15 سال پیش یا 12 سال پیش اینا قرارداد گرفتن ولی تا امروز اقدام نکردن، و به این ترتیب در تفاوضات شمار دلایلش چی میتونه باشه آقای اتمر؟ دلایلش ما زیاد موافق هستم با سخنهای جناب غالب صاحب که اونا چینایا عالی سرمایه گذاری نمی کنن. چینایا می خواهن که منطقه زیر نفوذ سیاست های خود از اینا قرار بگیرن و اینا به یک نحو انحصار می سازن این سیاست ها. چین اصلا در پیزی نیست که در افغانستان چی رژیم حاکم است، آیا ای یک رژیم مذهبی است یا یک رژیم دموکرات است یا یک رژیم سکولار است یا یک رژیم دکتاتوری است، هرچی است اونا در پیزی نیستن. از طرف دیگر مثل که عرضه بود که رقابت است، امریکا یا برای سرمایه‌گذاری چین در منطقه اجازه نمیتن. شما مثال هایش دیدین مثل که غالب صاحب گفت که در بلوچستان در صوبه سرحد پاکستان اینمی متخصصین چینایی را ترور کردن، کشتن، بارها یک دفعه نه اختطاف کردن و اصلا امی پروژه هنوز موفق هم نیست. هنوز
این پروژه بسیار مشکلات خود داره. و یک مثال دیگه ما خدمت شما عرض میکنم، مثلا پروژه تاپی. بله. طالبا که میگه امنیت هست، طالبا که میگه دنیا اینجا سرمایه گذاری کنه، امی پروژه تاپی چرا عملی نمیشه در این دو سال زمانی که امی حاکمیت به دستشون هست؟ امنیت هم تبیین است، چرا اینا نمیتونن این پروژه را عملی کنن؟ پروژه کاسا و انتوزن، انتقال انرژی، چرا اینا این را عملی ساخته نمیتونن؟ این اونمون رقابت های جهانی است که در عقب این پروژه و این سیاست ها قرار داره و اینا یکی بردگه برای از اینکه زمینگیر بسازن اقتصاد از اینا را و سیاست های از اینا را رقابت میکنن. متاسفانه در کشور ما یک حکومت ملی نیست، حکومت است که در زیر سایه پاکستان و استخبارات پاکستان و همچنین به همکاری امریکایی ها وجود آمد و ما این را کل شاهد هستیم و اینا امروز اقدر متکی هستند که سفر وزیر خارجه طالبا به پاکستان به کمک یا به اجازه وزارت خارجه پاکستان از ملل متحد گرفته میشه و باز ما بگیم که ما کشور آزاد ما مستقل هم هستیم و با 46 کشور دنیا را در اینجا شکست دادیم. بسیار تشکر. آقای غالب، جنبندی شما از این بحث چی است؟ مزید به تصور ما ایسته که ادامه این نشست ها در حالی که به نحوی میتونه یک چیز مثبت در قبال افغانستان از دید خود حاکمیت در کابل تلقی شوه، اما متاسفانه سود قابل تعریف و عملی و ملموسی به افغانستان نخواهد داشت. تصور میکنم ما مسئولیت تامین منافع افغانستان را داریم و منافع افغانستان در گرو اقدامات متحورانه برای رفع مسئولیت اخلاقی، اسلامی و سیاسی حاکمیت در کابل است. و فکر میکنم تا زمانی که مشروعیت عملی از مجرای کسب آرای و ابراز اراده آزاد مردم افغانستان بر تشکیل یک دولت مشارکت ملی که بتونه افغانستان در جایگاه اصلی منطقی و بین‌المللیش برپیگردانه، این تعامل و چیز جلب کمک های خیری بشری و متاسفانه ای تنها موضوع سروایول و روزگذرانی هست. و فکر میکنم اجازه بتین بایست یک افغان، بایست یک شهروند افغانستان من عرض کنم خدمت می حاکمیت در کابل و طالب ها که به صورت قطع یک فرصت تاریخی در دست طالب ها است که مبتنی بر روند دوحه و موافقات دوحه عملا در جهت تطبیق مفادات مندرج موافقتنامه دوحه که تشکیل یک حکومت فراگیر و به اصطلاح اعاده حقوق و آزادی های اساسی فردی و اجتماعی مردم افغانستان هست، اینا اقدام کنند و در دراز مدت افغانستان از پتانسیل و کارایی بسیار کلان عملا برخوردار است که میتونه در این سیر سریع مناسبات بین المللی و همچنان انکشاف و توسعه بین المللی ما جایگاه لازم و شایسته خود را پیدا کنیم. بسیار تشکر. آقای اتمر، جنبندی شما از این بحث چی است؟ خب منطقه هم سرگرم است، در سطح جهانی هم سرگرم هستند، در مورد افغانستان بگومگوها ادامه داره و در داخل هم خب اگر نگاه بکنیم به همین نشست سه جانبه آقای متقی رفت و موضع‌گیری ها هم از داخل میشه، فکر میکنین راه حل در کجاست؟ در کدام طرف بیشتر فکر میکنین توجه شوه؟ راه حل بیشتر بر افغان ها در داخل است. من فکر میکنم طالب ها چانس خوب دارن، اینا باید از این چانس خود استفاده بکنن و او رفتن به مردم است و آغاز یک گفتمان ملی است و تا این گفتمان برگزار نشوه و حکومت طالبا این مشکلات با مردم یک جای نشینن، یک به یک را حل نکنن و مشروعیت خود از مردم نگیرن و یک حکومتی که مبتنی بر قانون باشه تا مردم همه خود به اساس قانون صرف نظر از زبان، ملیت، مذهب، دین، قوم خود در نظام ببینن. در غیر از او ای که اینا میگن که حکومت ما مشمول است، این جوابگوی برای خواستهای مردم نیست.
بسیار زیاد تشکر آقای اتمر و آقای غالب از حضور هر دو مهمان عزیز. به همین ترتیب می رسیم به پایان فراخبر. از شما سپاسگزارم. شب روز بخیر.